بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، جرعاها من بعد والدها الغيث فبئس ما جرعاها وأغضباها وأغضبا عند رب السماء ما أغضباها، بنت من أم من حليلة من، ويل لمن سن ظلمها وأذاها. ایام شهادتی جانگدازی بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز خواهان، گویندگان، مداحان، هر کس در حد وسع و توانش نمی از دریای فضائل این بی بی عالم را بیان می کند و گوشه ای از جریان ظلم هایی که به این بانو رفته است شرح می دهد. انشاءالله هر کس با هر درد و حاجتی در خانه بی بی زهرا آمده حاجت روا شود، مریض ها شفا پیدا کند، گرفتاری های شیعه برطرف شود و آقا امام زمان علیه السلام ظهور کند و دنیا را به عدل و داد پر کند، بعد از آنی که با ظلم و جور پر می شود به حرمت صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر. یکی از ارکان ایمان اعتقاد به معاد است. اگر کسی خدا را قبول کند، پیغمبران الهی را قبول نکند، کافر است. اگر کسی خدا را قبول کند، پیغمبران الهی را قبول کند، معاد را قبول نکند، کافر است. یکی از اصول اعتقادی هر مسلمان اعتقاد به معاد است و هر پیغمبری آمده، هر وحیی از آسمان نازل شده، مسئله معاد را مطرح کرده و اینکه اون روز جزاست و هر کس به پاداش عملش خواهد رسید. علاوه از اینها، عقل بشری استقلال دارد به اینکه اگر بعد از این عالم عالمی نبود که هر کس به جزای اعمالش برسد، در آفرینش ظلم پیش می آمد. شما حساب کنید ظالمی بر مظلومی ظلم می کند، در می رود، دستش را می برد، می کشد، مالش را می برد، آبرویش را می برد، بعد در می رود و این مظلوم دست پیدا نمی کند حقش را بگیرد و انتقامش را بگیرد. اگر عالم دیگری نباشد که این مظلوم به حقش برسد، اگر عالم دیگری نباشد که این ظالم مجازات شود، در آفرینش ظلم ایجاد می شود.
بس عدل الهی ایجاب میکند همچنین عالمی باشد. لذا نام این عالم که نامهای مختلف دارد، یکی از نامها یوم الدین است، روز جزاست، روز پاداشی است، که میفرماد اون روز هر کس آنچه را که در دنیا کرده میبیند. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر المحضرا، هر کس هر عملی در دنیا انجام دهد از خیر، اونجا همون خیر را میبیند. و ما عملت من سو، اگر کار زشتی کرد همون را هم میکند میبیند. قرآن صراحت دارد هر کس مال یتیم را بخورد آتش به شکمش خورده. الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، آنان که مال یتیم میخورن در شکمشون آتش قرار میدهن، آتش میخورن. ولذا از امام صادق علیه السلام سوال کرد یا رسول الله من میخوام میان بر برم جهنم خیلی زود، لابد سردش بوده، چند درجه زیر صفر بوده، منفی بوده، خواسته خورده گرمش بشه، خیلی میانبر برم به آتش، از چرا؟ فرمود یک درهم مال یتیم بخوری میری به آتش. یتیم کیه؟ خدا نخواسته داماد کسی مرده، بچه ها مونده، این بچه ها یتیمن. وقت پدر خانم تصرف میکند در این مال، رعایت عدل نمیکند، رعایت حال این یتیمان نمیکند، مال یتیم میخورد. پدر مرده، چند تا بچه صغیر مونده، دختر و پسر، آقا بزرگتره، این مالها رو هی مصرف میکند، میخورد، میفروشد، تلف میکند، مال یتیم خورده. فرمود یک درهم مال یتیم خوردن انسان را میانبر به آتش میبرد. بعد فرمود و نحن الیتیم، ما هم یتیمیم، اگر کسی یک درهم خمس ما را بخورد میرود به آتش. یک درهم خمس ما را بخورد میرود باشد. فرمود بترسید از اون روزی که سادات بیان در محشر بگوین الهی خمسنا، خدا اینا حق ما را ندادن، ما دزدی کردیم، اینا حق ما را ندادن، به گناه افتادیم، از راه بد تأمین شدیم. فرمود اگر یک درهم خمس ما را کسی بخورد باز اهل آتش است. بس بنابراین عمل ما، گناه ما آتش می شود، ما را می سوزاند. گناه ما آتش می شود، ما را در قعر جهنم قرار می دهد. و ثواب ها و خیر ما باعث رفاه و راحتی ما می شود. شما در آیه قرآن اذا وقعه می خوانید و فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون، هر جور میوه انتخاب کنید هست، اما نه کیلو خیار 16,000 تومان. هر جور میوه بخواهید هست و هر جور به اصطلاح جوجه کبابهای پرندگان را بخواهید بخورید هست. و حور عین که امثال لؤلؤ المکنون، حوران فراق چشمی که بدنشون مثل مروارید سفید است هست، اما جزاء به ما کانو یعملون، به عمل میدن. یعنی این حوری از عمل پدیدار میشود، این میوه های بهشتی از عمل، این جوجه کباب ها از عمل. شما اگر وارد شوید در بازار، 25 میلیون تلویزیون هست، 30 میلیون یخچال هست، 40 میلیون فریزر هست، هرچه هست، اما به پول میدن. اگر پول نداشته باشی یک کبریت نمیده. ولی زن فرمود دروغ میگوید کسانی که ادعا میکند بدون عمل بهش میرد، بدون عمل نمیتوان بهش رفت. البته در جنب شفاعت مهمه، اما عمل ما هر چی زیاد باشه کفاف نمیکنه، ما احتیاج به شفاعت داریم، اما بدون عمل هم نمیشه. در حدیث آمده کسی موقعی جان دادن میبیند یه آقای نورانی، خوش لباس، خوش قیافه، آمد گفت عزرائیل، این آقا مربوط به ما سابودارا کن. عزرائیل آسان جانش رو گرفت.
نکیرین آمدن، امون آقا پدیدار شد. بیش از 50,000 موقف که هر جا میستد سین و جین کنن، این آقا پدیدار میشود و میپذیرن، ردش میکند. موقعی که بخواد وارد بهش شود، برمیگردد به این آقا نگاه میکند، آقا شما که بودید، خدا خیرت بدهد، هر جا گرفتار شدم تو آمدی وساطت کردی، قبول شد. خطاب میرسد، من عمل تو و نیکی های تو به مردمم، به این که به این خواستگار شدی دخترش را شوهر دادی، به اون خواستگار شدی پسرش، به پسرش زن گرفتی، واسطه شدی به او قرض الحسن پیدا کردی، واسطه شدی مشکل و این نیکی ها که به مردم کردی، من آنم. خدا مرا به این صورت آفریده بود، هر جا گرفتار بشی دستت را بگیرم. عمل خودش. بس بنابراین هر کس در اونجا بخواد راحت باشه با عمل خیرشه، و هر کس اونجا بخواد عذاب ببینه با جهت به جهت ظلم و اجحافشه. اونجا دادگاه، دادگاه عدل الهی است. قاضی دادگاه خود خداست. فرمود مواظب باشید، اون خدایی که قاضی دادگاه هست، خودش هم شاهد است. در دعای حزین آقا امام سجاد هست، این قلت نعم فأین المهرب من عدلک، این قلت لم افعل قلت الم اکن شاهد علیک، اگر بگویم این گناه را من کردم، از عدالتت کجا فرار کنم؟ اگر بگویم من نکردم، خطاب میرسد، خودم شاهد نیستم، خودم ندیدم. روزی به جرم خیش کنم اعتراف، اگر جای فرار نیست ز عدل تو دادگر، گویم اگر نکردم و این ظلم من، این جرم من نبود، گویی که شاهد عملت نیستم مگر. الم اکن شاهد علیک فعفوک عفوک یا مولای قبل سرابیل سرابیل القطران، عفوک عفوک یا مولای قبل جهنم و نیران. این دادگاه خیلی حساس است، و لذا نوشتن که آقا امام حسن علیه السلام مرگ را یاد میکرد گریه میکرد، قبر را یاد میکرد گریه میکرد، برزخ را یاد میکرد گریه میکرد، تا یاد میکرد عرض اعمال را بر پروردگار غش میکرد. اون روز چگونه جواب خواهم داد؟ در آن روز دادگاه عدل الهی برپا میشود. اولین پرونده‌ای که در این دادگاه مطرح میشود، پرونده محسن فاطمه است. که نوشتن این نام مبارک محسن است، اما به اصطلاح عرفی غلط محسن شده است. محسن، حسن و حسین و محسن. دادگاه برپا می شود. امام صادق علیه السلام فرمود حضرت خدیجه محسن را روی دست می گیرد. حضرت فاطمه بنت اسد این مادر بزرگ را همراهی می کند. فاطمه زهرا علیها السلام با این دو مادر همراه می شوند، ستایی گریه کنن وارد محشر می شوند. میان در این عدل، دادگاه عدل قرار می گیرن. خدیجه عرض می کند، الهی این بچه چه کرده بود؟ و اذا الموعودت سئلت به ایدم بالقتلت، این بچه چه کرده بود؟ چرا کشتن؟ از اون طرف میبینن عمر را، قنفذ را با تازیانه های آتشین. امام صادق علیه السلام فرمود اگر این تازیانه را بر اقیانوس بزنن، از شرق تا غربش جوش میآورد.
اگر بر کوههای بلند و بزرگ بزنن آب می شود، ذوب می شود. با این تازیانه ها کتک زنان می آورن به محشر که چرا این بچه را کشتید. بی بی زهرا نگاه می کند به این دو ملعون، فرمود هذا یومکم الذی کنتم توعدون، هذا یومکم الذی کنتم توعدون، این همان روز است به شما وعده داده شده بود که خدا انتقام این بچه و این جنین را از شما بگیرد. و نظام همانند عذاب او و همراهش، عذابی در محشر در جهنم نیست. نوشتن موقعی که ابوبکر به درک واصل می شد گفت ای وای تابوت، ای وای جهنم، ای وای آتش. عمر به عایشه گفت که مبادا بروی بیرون بگویی که بابا میگفت ای وای تابوت، ای وای آتشا. شما خانواده موقع مردن هذیان میگید، بابات هذیان میگه تابوت آتشی چیزی نیست. مبادا بروی بیرون بگویی ای وای آتش، ای وای فلان. امام صادق علیه السلام بعد از آنی که این مطلب را نقل کرد فرمود روشن نشود چشمی که با شنیدن این مصیبت گریه نکند. به عبارت دیگر کور باشد آن چشمانی که با شنیدن این مصیبت گریان نشود. این مصیبت بسیار جانکاهی است. جرعاها من بعد والدها الغیظ فبئس ما جرعاها اغذباها و اغذبا این در رب سماع ما اغذباها بنت من ام من حلیلت من ویل لمن سن ظلمها و اذاها. بانوی که حبیبه الهی بود، بانوی که نور چشمانو میوه قلب رسول خدا بود، مهجت الرسول بود، روحش روح رسول خدا بود، جسمش جسم رسول خدا بود، غضب او غضب خدا بود، رضای او رضای خدا بود. آنچنان ظلم کردن که بیبی در اثر اون ظلم شهیده از دنیا رفت و به خودشون گفت من از شما ناراضی می روم، من پشت سر هر نماز شما رو نفرین می کنم و اگر برسم بر حضور بابایم رسول خدا از شما شکایت خواهم کرد. و در اون وصیت بسیار الهیش که امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید که رسول خدا به من فرمود امض ما امرت کبیهی فاطمه، یا انفذ ما امرت کبیه فاطمه، من نمیگد اوسط بیکه امز ما امرت کبیه فاطمه، یا انفذ ما امرت کبیه، اون چی که فاطمه گفته مو به مو اجرا کن. این وصیت را جبرئیل از جانب خدا به من آورده و من میگفته به فاطمه بگو این وصیت را اینجور کند. اگر فاطمه زهرا وصیت کرده شبان غسلم دهید، اگر وصیت کرده شبان کفنم کنید، اگر وصیت کرده هرگز نگذارید این دو شیخ برای من نماز بخوانند یا در پشت جنازه من حرکت کنند و تشییع کنند، حتی قبرم را هم ندانند که اگر اینا بیان کنار قبر من بنشینند ناراحت میشوم. این وصیت الهیه است. این استتار قبر حتی بعد از ظهور حضرت مهدی علیه السلام هم ادامه پیدا خواهد کرد. بعضی از شعرا نوشتن که دعا کن مهدی بیاید تا تربتت را پیدا نماید. این درست نیست، چون در بهار دارد که بی بی زهرا وصیت کرد امیرالمؤمنین او را پنهانی غسل دهد، پنهانی کفن کند، پنهانی دفن کند. فرمود ولا تعلم احدا، به هیچ کس نگو، نشون نده. حضرت این وصیت را عمل کرد
در ذیلش دارد این پنهانی قبر تا قیامت خواهد بود. یعنی این پنهانی تا قیامت ادامه دارد، حتی بعد از ظهور مهدی هم قبر پنهان است. جهتش این سنت سنت مظلومیت زهراست، باید بمونه. این ایام دیگر فاطمه به درود حیات گفت، شهیده از دنیا رفت، امیرالمؤمنین تنها تنها تر شد، بیاور بیاور تر شد. چون تا بی بی بود یه اجتناب هایی پرهیز هایی می کردم، ولذا موقع وصیت بی بی بعد از تمام شدن وصیتش گریه کرد. امیرالمومنین فرمود چرا گریه میکنی؟ ما روزخان ها اضافه میکنیم که من باید گریه کنم، با رفتن تو چراغ خانه من خاموش میشود، یتیمان من بی مادر میشود، با رفتن تو یادگار پیغمبر من از دستم میرود، من گریه میکنم، شما چرا؟ اینا را ما اضافه میکنیم، در اون مقتل نیست، زبان حالیست که آقا جا داشت اینجور بگوید. بی بی فرمود که عرض کرد آقا من برا مظلومی تو گریه میکنم، برا تنهاییت، من بودم تو را اینقدر ظلم کردن، اگر من نباشم چه میکنم؟ دیگر اینجا متن نقل از حضرت فرمود نگران من نباش، هرچه باشد من مردم، من تحمل میکنم، تو راحت برو، به فکر من نباش، اما سلام مرا به رسول خدا برسان، دردهای دلت را به رسول خدا بگو. وصیت تمام شد، بی بی جمله ای گفت که آقا در این مدت مرا نه اذیت کننده نه خیانت کننده ندیدی، من تا اون جایی که در امکانم بود خدمت گزارت بودم، اما اگر از من بدی دیدی فاطمه را حلال کن. آنچنان گریه کرد امیرالمومنین، فاطمه این چه حرفیست میزنی؟ تو مبرا و منزهی از این که به کسی اذیت بکنی یا دروغ بگویی. گفت آقا جان موقعی که مرا دفن کردی زود از بالین من بر نگرد، بنشین کنار قبر من قرآن بخوان تا من با قبر مأنوس شوم، یه جوری بنشین که صورتت به صورت من باشه، در آن ساعت مرده خیلی به انس زنده ها احتیاج دار. دریغا آن زهره زهرا کجا مرف، دریغا آن بزه طه کجا مرف، امیرالمومنین تنها نشسته، انیس و مونس مولا کجا رو، روم پرسم من از شب زنده داران، که زهرانی مشب تنها کجا رو، شبان غسل داد شبان کفن کرد، اما بند کفن را نبست، دید یتیمان زهرا دست در بغل ایستادن تو سینه گریه می کند، صداشون رو بلند نمی کنن، کسی نداند که بی بی رو تجهیز می کنن، غسل می دهن. آقا دلش سوخت فنادا، یا حسن و یا حسین، یا زینب و یا ام کلثوم، هلمو تزودو من امکم،
وهذا الفراق واللقاء في الجنة بدبشها بيايد مادرتون رو ببینید. الان وقت جداییست، دیدار به قیامت میماند. یتیمان زهرا آمدن دور بدن آب شده ی مادر رو گرفتن، گریه کردن. فَإِذَنْ بِهَاتِفٍ مِّنَ السَّمَاءِ يُنَادِي يَا أَبَا الْحَسَنِ اِرْفَعْهُ مَا أَنْ صَدْرَهُ لَقَدْ أَبْكَ يَا وَاللَّهِ يَا مَلَائِكَةَ السَّمَاءِ عَلِيَّتِ مَنْ فَاتِمَ رُو از بدن مادر جدا کن. ملائکه آسمون گریه کرده. نمیدانم گریه یتیمان فاطمه چقدر به عالم قدسی اثر کرد. هاتفی ندا زد یتیمان رو از بدن مادر جدا کن. در کربلا هم در هیچ گز از مصائب کربلا از آتمان هاتفی ندا نزد، اما موقعی که علی اصغر روی دست بابا مونده بود خطاب رسید: داهو یا حسین فَإِنَّ لَهُ مُرْضًا فِي الْجَنَّةِ. شاه خون علی اصغر به سما می پاشد، یعنی عاشق من و معشوق تو این سنگ محک. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم عجل في فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته وزيارته وبلغه منا تحية وسلاما. اللهم تقبل منا ومن هذا البيت الشريف بقبول حسن. خدای این توسل از این جمع از این بيت شريف فقاهت و سيادت بكرمت قبول فرما. حوائج این جمع مؤمنین و مؤمنات رو برابر، عاقبت امر همگی را ختم به خیر بفرما. دعاهایی که برادرم می‌فرمایند به هدف اجابت برسان. بالنبی و اولیه و بالفاتحه مع الصلوات. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. الصلاة والسلام على النبي الأكرم سيدنا ونبينا العبد المعيد أبي القاسم محمد وعلى علي أمير المؤمنين ولا سيما مولانا صاحب العصر والزمان بقية الله في أرضه. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره واللعن على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة مهجة قلبي وابنها ثمرة فؤادي وبعلها نور بصري والأئمة من ولدها أمناء ربي وحبل ممدود بينه وبين خلقه من اعتصم بهم نجا ومن تخلف عنهم هوا. برای جمال مقدس پیغمبر اکرم امیر المؤمنین فاطمه زهرا حسنین و همه امامان معصوم، خصوصا برای عرض تسلیت به پیشگاه ولی عصر آقا امام زمان صلوات و رحمت بفرمایید. اساس حیات و زندگی انسان
با کدام عامل و یا علت شکل پیدا می کند و انسان چگونه می تواند این عامل و یا علت را تحقق بخشد؟ مسئله مهمی که باید از ناه قرآن و اطرت مورد توجه واقع بشود این است. می فرمایند اساس حیات انسان با اعتقاد انسان تنظیم و تعدیل می شود. اعتقاد انسان می تواند مدیریت وجود انسان را بر عهده بگیرد و در هموار و ناهمواری و فراز و فرودها انسان را از لغزش باز دارد. این اعتقاد چگونه در وجود انسان شکل پیدا می کند که می تواند در تمام دستاندازهای روزگار دست انسان را بگیرد؟ می فرمایند اعتقاد یک امر ملکوتی و معنوی است و در فضای قلب انسان ایجاد می شود و این قلب باید چنان پاک و منزه باشد تا بتواند اعتقاد راسخ را ظرف واقع بشود. به خاطر اینکه آن روح قدسی که در وجود انسان دمیده شده است مرکز اعتقاد انسان را تشکیل می دهد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید انما مثل هذا القلب كمثل ريشة في فلات يقلبها الريح ظهرا لبطن. این قلب و روان انسان که در وجودش مطرح می شود و مرکز اعتقاد او شناخته شده است مانند پریس در بیابان افتاده، با هر نسیمی زیر و رو می شود. اگر این پر به جایی محکم بند نشود، بسته نشود، نمی تواند زندگی را عاقلانه و عالمانه اداره کند. آنی که این پر کنده شده را در فضای وجود انسان محکم می کند عقیده است. عقیده از عقد یعنی گره زدن. اگر این قلب و روان به خدای منان گره بخورد، خوب بسته شود، مطمئنن میتواند انسان را در تمام اوضاع و احوال بحرانی به خوبی مدیریت کند. بی بی فاطمه اطهر صلوات الله علیها در این مدت کوتاه عمر خیش، خصوصا بعد از رحلت پیغمبر، تلاش کرد تا جامعه را به مرکز اعتقاد نزدیک کند. بی بی می خواهد روشن کند انسانی که بدون امام زمان باشد، حجت الهی نداشته باشد، نمیتواند اعتقاد راسخی پیدا کند. اعتقاد زمانی راسخ و قلب زمانی سلیم خواهد شد که امام زمان و حجت خدا آن را پشتیبانی کند. اگر قلب شما، دل شما یا روان شما بدون حجت خدا قرآن بخواند یا عباداتی انجام بدهد، کمترین ارزشی ندارد. این حجت الهی عدد صحیح است که میتواند قلب انسان را ثبات ببخشد.
لذا حضرت فاطمه علیها سلام الله بعد از رحلت پدر بزرگوارشون دید جامعه بسیار بحرانی شده است و این جامعه بحرانی به قدری بر ضد ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام شورش کرده اند تا جایی که گویی علی را کسی در مدینه نمی شناسد، تا جایی که امیر مؤمنان برای همه ناشناخته مانده است. بی بی تلاش می کند این واقعیت رو به مردم بفهماند. شما بدون امیر مؤمنان صلوات الله علیه نمی توانید اعتقاد راسخ پیدا کنید. اینجاست که واضح می شود که نقش فاطمه اطهر صلوات الله علیها در بیان حقیقت جامعه اسلامی اون روز چقدر نقش آفرین و مؤثر بوده است. حرکت بی بی، قیام بی بی، تلاش و سخنرانی در مسجد النبی نشون داد که جامعه اسلامی در مرکب جهالت سوار شده و هیچ اعتنایی به حجت خدا ندارد و هیچ توجهی به مرز اعتقاد نمی کند. حریمها را می شکند، شخصیتها را له می کند، جامعه انسانی را به گمراهی می کشد، تلاش می کند خودش را هم اسلامی معرفی کند. وقتی که بی بی فاطمه اطهر صلوات الله علیها این فضا را باز کرد تا اندیشمندان و متفکران در طول تاریخ بفهمند در چه وضعی اسلام مسلمین واقع شده بود و جامعه علوی و فاطمی در چه بحرانی قرار گرفته بودند، همه را با این خطبه خود روشن ساخت تا مردم بدانند که وجود امیر و مؤمنان اصل و اساس مرز حیات و زندگی انسان است. روزی عده‌ای خدمت امیر مؤمنان رسیدند بعد از مسئله سقیفه. حضرت فرمود سقفی ها چی میگویند؟ عرض کردن احتجرو بالشجره. احتجاجشون این بود که ما از شجرتون رسول هستیم، انصار حقی ندارد، پیغمبر خدا با از ماست و ما به خاطر انتساب به پیغمبر باید ممتاز شناخته شده باشیم. و در نامه 28 هم امیر مؤمنان این سخن رو به معاویه مطرح کرد و نوشت ولما احتج المهاجرون علی الانصار یوم السقیفه. وقتی که انصار، مهاجرین، احتجاج کردن بر علیه انصار، به چی؟ در روز سقیفه، به این که به رسول الله، ما منتسب به رسول خدا هستیم. استدلالشون این بود که ما منتسب به رسول خداییم، پس شایسته رهبریت با ماست، شایستگی حاکمیت با ماست. چرا؟ چون به رسول خدا منصوب هستیم. حضرت فرمود اینا با این استناد فلجو پیروز شدن، به نتیجه رسیدن، خودشون را به آب و نان رسوندن. فَإِنْ يَكُنِ الْفَلَجُ بِهِ فَالْحَقُ لَنَا دُونَكُمْ. اگر واقعا دنیا بفهمد، یه خیلی بحث جدلیست و کلامیست، فرمود اگر اهل سقیف فقط به استناد انتصاب به پیغمبر جایگاه او را اشغال کردن، باید همه بدانند که این جایگاه به ما میرسد نه به اونها، چون ما هستیم از شجره نبوت. فالحق لنا دونکم، پس حق از آن ماست نه از آن شماست. و این یکون بغیره،
اگر به غیر از شجره نبوت شما استنادی دارید ای مهاجرین، فالانصار علی دعواهم، انصار ادعاشون درسته، شما کی هستید که از انصار جلو بیفتید؟ اگر بنا بشود در جامعه هر کسی برای خود امتیازی بتراشد، مهاجرین امتیازی نداشتند که در جای پیغمبر بنشینند. و لذا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه مسئله را آنچنان بزرگ نشون دادن که جوابهای کوتاه میداد. صلوات محمد و در مجموع امام تلاش می کرد جایگاه خودش رو با رسول خدا به آنان نشان بدهد. بعد از رحلت رسول خدا و بعد از دورانی که امام بر سر کار آمد، روزی در سخنرانی و خطابه خود به مردم فرمود: مردم، شما از پیغمبر خدا هر انتظاری داشتید، من همان را برای شما برآورده کردم. هر سخنی که پیغمبر به شما گوش زد فرمود، من همان را به شما گوش زد می کنم. پس چرا بعد از پیغمبر دغلبازی می کنی، فتنه جری می کنید و از سخنان امام زمان و حجت خدا سرپیچی می کنید؟ والله ما اسمعكم الرسول شيئا الا وها انزل يوم مسمعكموه، به خدا هر آنچه پیغمبر به شما گوش زد کرد، من همان را به شما گوش زد میکنم. این گوش زد رسول خدا مبتنی بر وحی، ما ينتج عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، یعنی امیر مؤمنان میخواهد مقام ولایت و امامت خودش رو نشون بدهد که سخن من با سخن رسول خدا تفاوتی ندارد، آن هم مبتنی بر وحی الهی است، ما هم بر مبنای وحی و الهام الهی سخن میگوییم، ما هستیم که از خدا و پیغمبر سخن میگوییم. بعد فرمود: و ما اسماءکم الیوم بدون اسماءکم بالامس، شنوایی شما از شنوایی مؤمن مسلمانان دیروز است پیغمبر چه بیشتر یا کمتر نیست، هرچی اونا داشتن شما هم دارید. بعد میفرماید: آنچه بین شما و آنان و مؤمنین عصر رسول خدا هست این است که آنان با دل و جان سخن پیغمبر را گوش کردند، ولی اطرافیان من علی ابن ابی طالب گوش جان به سخن ایشان نمی سپارند، در نتیجه تلاش می کنند تا زندگی را با دغلبازی و حقبازی و فریبکاری پیش ببرند. پس بنابراین مسئله اعتقاد بزرگترین آرمانی است که ائمه هدا تلاش می کنند در وجود انسان ریشه بدواند. اگر مرز اعتقاد را بشناسیم، مرز اعتقاد ولایت و امامت است. امامت و ولایت می خواهد جامعه به اعتقاد سالم برسد. اعتقاد سالم آن است که انسان خودش رو در مدیریت خدا ببیند و به فرمان خدا مطیع باشد و کاری در خلوت و جلوت نکند که برخلاف رضای خدا باشد. اما دشمن توانست با عرب و عجم، با جهال و جهله فتنه را چنان بزرگ کرد، یک لحظه دیدند رجاله ها دور خانه امیر مؤمنان رو گرفتن. چه خبره؟ چه اتفاقی افتاده است؟ میگویند جانشین پیغمبر بر سر کار آمده، میخواهد متحسنین بیت علی و فاطمه را با زور، با اجبار به بیعت ببرن. خوب، شما سر کار اومدید، بله، شما توانستید به قدرت تکیه کنید، بله، خب چرا زور اجبار؟
برای اینکه گفتن با وجود علی ابن ابی طالب ما نمی توانیم آرام نفس بکشیم، چون علی هسته مرکزی اسلام است. چه کار می خواهید بکنید؟ باید اول علی را از سر راه برداریم. نمی شود. علی سلطان دین است، علی قرآن ناطق است، علی مرکز اسلام است. گفتن اول باید به مدافع اصیل و نجیب علی ابن ابی طالب هجوم بشود. ضربات تازیانه ها برخاست، فنحالت سیات علا وضعت رسول. چه وضعی است؟ چه وضعی است که جامعه اسلامی برای رسیدن به مقام و مسند پاکیزه در این انسانها را زیر پا له می کند؟ چرا؟ وقتی که برای ابوبکر پیشنهاد کردند پاشو برو در جایگاه پیغمبر بنشین، گفت اگیلونی ولستو بخیرکم و علیون فیکم، منو بگذارید، من کی هستم، چی هستم، جایی که علی در میان شماست. ابن عبدالحدید در زیر خطبه شکشگیه دارد که این جواب ابوبکر چه جوابی بود؟ آیا واقعا حرف دلش بود که علی را اینقدر در جایگاه خودش میدانست؟ آیا واقعا به سخن خود اعتقاد داشت؟ ایشون پیش دسته می کند، خوب جواب میده به ارباب خودش، میگه نه، ایشان میخواست جامعه رو آزمایش کند، ببیند حماقت تا کجا هست. وقتی که دید جهل کاملا آماده مرکب است و میتواند سوار بشود، حرفش رو کنار زد. عقیلونه چی چیه؟ عقیلونی برای آزمون بود، میخواست مردم رو امتحان کند، ببیند آیا به دوربر علی کسی میرود؟ آیا در جامعه حق شناسی هست؟ آیا در جامعه انصافی هست؟ آیا در جامعه کسی ارزش رو میشناسد؟ دید نه، اکثریت دنبال هایوهویند. گفت چه بهتر از این مرکبی پیدا نمی شود، پس من هم اولین راکب شوم. و لذا در اونجا ما تلاش کردیم به ایشون هم جواب بدیم، گفتیم که شمایی که نمایش می دادید اولین خلیفه خیلی مرد ساده لوحی بود، معلوم می شود خیلی سیاست باز بود، به حقه های سیاسی هم آمادگی زیادی داشت. تو چرا جواب می دهی؟ چون عملا خودش جواب داد، عقیلونه بی خود بوده. اما فاطمه زهرا سر کار آمدن دشمن رو تحمل نکرد، خودش رو به مسجد النبی رساند، خطبه ایراد فرمود که این خطبه در طول تاریخ از حقیقت ولایت و امامت و اساس اعتقاد سالم سخن میگوید. مطالبی بیان کرد تا رسید به جایگاه ولایت امیر مؤمنان، فرمود علی سید اولیای خداست، علی قرآن ناطق است، علی تنها کسی بود که در 23 سال پیغمبر تمام دشمنان اسلام قرآن رو گوشمالی داد، سر جایشون نشون. علی کسی بود که در جنگ خیبر پیغمبر برایش فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ولی کسی جواب فاطمه رو نداد. برگشت به خانه امیر المؤمنین، فرمود ای دختر رسول خدا حالت
افسردی بیشتر میبینم. صدا زد یا ابوالحسن ویلون لی، وای بر من. در این مسجد یک مسلمان از من دفاع نکرد، یک مسلمان از من حمایت نکرد، درها را بست. اما سلاح دوم فاطمه به صحنه آمد و سلاح البکا، اشک فاطمه سرازیر شد. این اشکی که اسلحه فاطمه بود بر همگان نشون داد از هیئت مرکزی و حاکمیت ناراضی است. پس پیغمبر فرمود فاطمه از هر کسی ناراضی باشد جای او جهنم است. میخواهد نشان بدهد اونایی که سر کار آمده اند به پیغمبر منصوب نیستند. ولی لحظه هایی رسید دشمن و حجمه خود را به دودمان امامت شروع کرد. امیر مؤمنان در خانه با کسانی بودند. فاطمه پشت در استاد، من فی الباب، کی هست؟ دومی گفت منم، در رو باز کن. فرمود چرا باز کنم؟ گفت اگر باز نکنی در با اهل خانوادش رو به آتش می کشم. دستور داد رجاله ها هیزم جمع کردن، به کنار در ریختن. ولی نمیدانم، بعضی جاها نقل شده که با لجد زد به طاقه در، طاقه در فاطمه را زیر گرفت. امام زمان اینجا بود که زجه فاطمه علی را به حیات کشون. وقتی که دید فاطمه زیر پای نامحرمان له میشه، فرمود یا فزتی، یا فزت خوزی، فاطمه را دریاب. فاطمه در میان غم و اندوه قرار گرفت. السلام علیک یا فاطمه، یا ام الحسن و الحسین، صبت علی مصائب لو انها، صبت علی الایام سرنا لیالیا. امیر مؤمنان صلوات الله علیه در این مدت با زهرا کنار اومد. گاهی کنار زهرا می نشد، زانوانش رو بغل می کرد، گریه های زهرا را تماشا می کرد. اما نمی دانم اون شبی که زهرا را می خواست تشنی کند، سلمان میگوید ما هم بودیم جنازه فاطمه رو تو قبر گذاشت، خاک ها رو بدن مطهر فاطمه ریخت. یک لحظه بلند شد، ها جبه الحاز، تمام غم غصه های دنیا علی رو فرا گرفت، خودش رو قبر فاطمه انداخت. گریه های علی بلند شد در دل شب. سلمان میگه آمدم دست آقا را گرفتم. آقا بلند بلند گریه نکن. فرمود سلمان بعد از زهرا غریب و تنها شده. گفتم آقا درسته، اما یتیمان فاطمه از حال رفتن. صلی الله علیکم و اللعن علی اعدائکم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. الهی و ربی به ختم شریف به صدیقه اطهر و فرزندش امام زمان قسم، حاجت حاجتمندون روا بفرما.
بیماران شفا مرحمت فرما، در فرج امام زمان تعجیل بفرما. این مجلس و محفل رو از این جنبانی محترم از آیت الله عظما شیرازی قبول بفرما. خدایا به آبروی حضرت ولی عصر جوانان ما را از فتنه آخر الزمان حفظ بفرما. بالنبی و آله و بالفاتحه.